سلام علیکم، اومدیم یزد، اومدیم یزد هتل سیبون نار و قرار بریم که جای دیدنی یزد رو ببینیم. همراه ما باشید تا یه چیزای فوق‌العاده بهتون نشون بدم و کیف کنیم با هم دیگه. آماده این؟ خیلی هم عالی، بریم که داشته باشیم. سلامی دوباره، اومدیم میدون امیر چخماق که خیلی میدون معروفی هم هست و همین مسجدی داره اینجا، همین که مراسمات دارن تو مراسمای چیز این بادکنک مال این بچه هست، مال شماست، از اون بالا افتاده برای شما. آره خواهش میکنم، از اون بالا این بادکنک افتاده مال شما. برای اینجا میدونه از کردم که مراسم های مختلفی برگزار میشه، هم از عزاداری ها و قصد محرم اینا این اتفاقات قشنگ میفته. امیر چخماق یکی از سرداران شاهرخ تیموری بوده. شاهرخ تیموری پسر تیمور لعین بوده که باجی راقه کی بوده؟ امین شاهرخ بوده. خانم ستی فاطمه همسرشون با گوهرشاد خانم تو مشهد یا خواهر بودن یا مادر و دختر بودن، دقیقا معلوم نیست کدومشون بودن. همین جلو پشت این بادگیرا یه گنبدی هست که سرش فیروزه یه، حالا اگه به سطر بریم کاشم گنبده پیداه. اینجا بقای اوشونه به اینجا دفت شده. در زمانهای قدیم اینجا خارج از یزد بوده، یعنی یزد قدیم دورش حصارهایی بوده و اینجا خارج شهر بوده. من مردم که می اومدن مجبور بودن اگر دیر می رسیدن به دروازه ها به دروازه ها بسته می شده، مجبور بودن اینجا رو سکنا داشته باشن، اتراق کنن. بنابراین ستی فاطمه به همسرشون میگن که بیم برن مردم یه سازه هایی بسازیم که اینجا یه شب اقامت داشته باشن. اگر راه می دادن که به مردم شهر ظلم می شده، شاید راه زن بودن دوز بودن پس نمی شده وارد شهر شد. پس اومدن آونبار، تکیه، کاروانسرا، مسجد، حمام، خانقا اینا ساختن تا مردم اینجا اقامت داشته باشن، چون گرما بوده، سرما بوده، خطر راه زن بوده، خطر گزش حشرات بوده و بنابراین اینجا رو ساختن. وقتی اینجا رو میساختن چطور شد؟ بعد همسرشون آقای امیر چخماق از دنیا میرن، نامند این مسجد که میرسه خودشون اینجا رو بسازن. ببینید این مسجد میناره نداره، معزن نداره، اون تهش میبینید این بنایی هست بهش میگن معزنه، جایی که میرن و اذان میگن. به نظر تو چرا این میناره نداره؟ وقت نشده، خشتش تموم شده. از خشتا بعد اینجا یا بخواب هم ندیو افته دیگه پروام نیست، حوصله کار ندارم اینجور میشه؟ نه تو هنر معماری هر سازه، اگر هنر معماری رو بدونیم آگاهی داشته باشیم، ساز خودش داره با ما گپ میزنه، حرف میزنه. مثلا ما مساجد میبینیم یه مناره داره، این معنیش چیه؟ من شنیده بودم این مسجد برای اهل سنته. یه مسجد هایی داریم دو تا مناره داره، برای چیه؟ خونه خدا هفت تا میگم مناره داره، اما اینجا مناره نداره. هر وقت یک مسجدی دیدیم که مناره نداره، این مسجد این بنا داره با زبان بی زبانی، با زبان معماری به ما میگه سازنده من یک خانم بوده، یک بانو من رو ساخته. یه تا دلیل هم آوردن، این دلیل میگن، یه تا دیگه هم میگن که مناره رو نذاشتن که هم شیعه هم سنی هیچ چیزی نداشته باشن، خونه خداه. همه تون دلش بازه بیه ده عبودیت خدا رو انجام بده، به جا بیاره. حالا جلوتر رو که بریم بقه قشنگ مشخصه و این مجموعه که بهش میگن نه نه به جهت تعمیر اینم بسه، اما اینجا میتونیم یه نمای ازش داشته باشه. بچه اینجا یه مجموعه کامله، خب یعنی هم آبم بار داره، هم بازار داره، هم مناره داره، هم مسجد داره، کاروانسرا هم که پارکینگ شده اون سمت هست، خانقاه اونام که اینا خراب شده بوده، اون قسمت هم خراب شده بوده تا همون دو قسمت رو کلا خراب کرده بودن، فقط قسمت جلو مونده بوده که توی چند سال پیش اینو درست شده. این تکیه رو بعد از امیر چخماق ساختن، دوره های بعد هر دوره اینو ساختن. دو تا
مناره داره. این دو تا مناره یه خصوصیت خاصی داره. میدونید چیه خصوصیتش؟ یه ویژگی خاصی داره که ممتازش کرده. اگه گفته ورودی داره توش نمیشه رفت بالا. ببینید ورودی داره، اما ورودیش دو طرفه. این حجم کوچیک بزا دو طرفه. ببینید مثل این نگاه کنید، یعنی یه طرف ببینید میره بالا پیچ میخوره، یه نفر که میره بالا مثل آب شکلات زنجفیلی های مسجد دیدید پیچ میخوره، اینم پیچ میخوره، یه نفر که داره میره بالا اینجور میره، اون طرفی که داره میاد پایین همو نمیبینه به هیچ وجه تو این فضای کم. این خیلی هنر عظیم معماری هست که انجام داده. و کی انجام داده؟ دو تا راه جداگونه مثل سلول DNA یک شخصی به نام استاد محمد بنا که خیلی تو هنر معماری استاد بوده اینجا رو میسازه. اینقدر بازیگر تو باهوش بوده که مردم بهش میگن تو اصلا باید حاکم بشی، پادشاه بشی. میانو به قول ما یزدی ها شیرش میکنه، هوش میکنه، شاخ میزنه تو جیبش که تو باید میاد و حکومت تشکیل میده و 3000 میکنه و 72 روز حکومت میکنه. بعدها از حکومت وقف از پایتخت میان دنبالش و دنبالش میکنن و متاسفانه این میدونه که داشتم میدم صبح گفتم این میدونه میدونه خانو داشته باشه تا من بهتون بگم، همونجا متاسفانه ادامش میکنن و سرستنش جدا میکنن. خیر از اینجا کجا رو ساخته محمد بنا؟ همین مجموعه راحت و کارهای زیادی داشتن اینجا بهشون انتصاب دادن. خیلی معماری خاص و زیبایی هم هستش. وقت مسجد جای مایست یکی از مناره‌هاش دو طرفه هست، یکیش همینجور مثلا رفت و برگشت، یکی ساده اما یکیش دو طرفه هست. این آبانبار هم آبانبار پنج بادگیری میگه خیلی از داخلش خیلی امنه توپونه هست و پایینش که برید یعنی همون مقصد که ما دیدیم پیدا هست و خیلی قشنگه مثل دروازه میریستی قشنگ بود اینجا هم قشنگ. این ورودی داره الان؟ ورودی اینجا داره؟ کجاست؟ از داخل کوچه. آها داخل کوچه. مرسی. همینجا رو میتونه داستان یه افتی برداره بالاخره یه دیدم کنید بعدا بریم تا اینا هم باد کنه کنم. خب اینجا هم که میدونه همون اگه چخماقه این میدونه هم استاد محمد بنا یا بنا بنا بهش میگن ساخته و یه ویژگیشم اینه که میشه تا اون بالا رفت. جالبه ورودیش با خروجیش توی یک لاین هستن ولی فرق داره، یعنی یه نفر که داره میره بالا و کسی که داره میاد پایین نمیتونن همدیگر رو ببینن و این یکی از شاهکارای این کاره. خب یه وقتی میخواییم قدم بزنیم توی خیابونای که منتهی میشه به همین چخما اینجور نگاه بکنیم. بازارها اینجا هر کدومش یه بخشی داشتی که مثلا الان این کلاه دوزا اینجا بودن، مسگرا، زرگرا، نمیدونم هر کدوم از اینا یه جای راسته ای داشتن که الان تقریبا همیشه به هم نیست. Thank you.
دوباره میدون چکماف و سر این صدا چرا را خیابون قیام قیام خیابون ریام خیابون ریام و همین چکماف. یکی از بازارهای اینجا بازار مسکر است که انواع کارای مس و فرزنگی شما برنج و این چیزا می فروشن. ببینیم الان فکر کنم هنوز کسی کاره قلبگیری و همچیزه ای باش. آها بده کرد مثل اینجا ادا بکنیم چه سفید میکنن. سلام علیکم. سفید میکنن اینا رو؟ سفید میکنن و قلبگیری نم سلام علیکم. اومدیم کویر یزد که اینم یه بخشش یه دریاچه است که اینجا پایین کویر هست و یه منظره خیلی خوبی نشون میده و فوق‌العاده است. بریم یه کویرگردی بکنیم و ببینیم.